پنجمین دوره نمایشگاه هنر ابوظبی از 29 آبان تا 2 آذر برگزار شد. امارات متحده عربی تلاش زیادی دارد به مرکز مهمی در زمینه هنر در خاورمیانه تبدیل شود. حدود 50 گالری در سالن نمایشگاه امسال آثار هنری هنرمندان اروپایی، آمریکایی، آسیایی و آفریقای شمالی را به نمایش می‌گذارند. اروپایی‌ها 44% این گالری‌ها را در اختیار خود دارند. میزان مشارکت سالانه گالری‌ها در نمایشگاه بالاست، حدود 90%. نام‌های بزرگی را می‌توان در این نمایشگاه دید. ما گالری هاوز اند ورث را داریم، گالری گاگوسیان و یا گالری تادیوس روپک. آنها بهترین کارهای خود را در نمایشگاه معرفی می‌کنند. در میان آثار موجود در نمایشگاه، اثر نقاشی زایوو کی، هنرمند چینی فرانسوی، حدود 23 میلیون دلار قیمت گذاری شده است. لبخندها اثر روبرت هاموند، نقاش آمریکایی، 21 هزار دلار ارزش دارد و مجسمه سل 15 اثر لوئیس بورژوا، هنرمند فرانسوی آمریکایی، 7.5 میلیون دلار ارزیابی شده است. آثاری که هر ساله در این نمایشگاه به نمایش در می آید دارای کیفیت بالایی هستند. بنابراین آثار هنری درجه دو در این نمایشگاه ارائه نمی شود. سعی می شود بهترین اثرها از بهترین هنرمندان به نمایش درآید. طی سالهای اخیر گسترش نمایشگاه و مراکز هنری در پایتخت امارات متحده عربی قابل توجه است. سال 2015 میلادی شعبه از موزه لوور پاریس در ابوظبی گشایش خواهد یافت. حدود 300 آثار هنری از نمایشگاه‌های فرانسه به این نمایشگاه ارسال می‌شود.